درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشستید. سیامک دهخانپور هستم در چهارشنبه 11 مرداد اول اوت. ایالات متحده آمریکا در گزارش سالانه خود از وضعیت تروریسم در جهان در سال 2011 ایران و سوریه را همچنان کشورهای حامی تروریسم دانسته و اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران به گروه‌های تروریستی و شبه نظامیان در خاورمیانه کمک کرده و از آنها حمایت می‌کند. دانیل بنجامین، هماهنگ کننده امور مقابله با تروریسم در وزارت خارجه آمریکا، در مورد سوریه ضمن اشاره به اینکه شمار اعضای القاعده که در سوریه می‌جنگند زیاد نیست گفت، اما گروه بزرگتری از جنگجویان خارجی هستند که خیلی از آنها مستقیماً به القاعده وابستگی ندارند و اکنون در سوریه هستند یا راهی این کشور هستند و این مسئله باعث نگرانی همه کسانی است که از خشونت بیشتر در سوریه بیم دارند و نگران ثبات منطقه هستند. وزارت خارجه آمریکا با اشاره به حمله تروریستی PKK حزب کارگران کردستان ترکیه که به مرگ 88 تن منجر شد و سابقه فعالیت‌های این سازمان PKK را هم کماکان در فهرست گروه‌های تروریستی وزارت خارجه قرار داده است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در پیامی مکتوب به مناسبت روز ارتش سوریه خطاب به نیروهای نظامی آن کشور از آنچه که ایثار ارتشیان در جنگ علیه گروه‌های تروریستی خوانده ستایش به عمل آورد و گفت سرنوشت مردم و ملت ما در گذشته، حال و آینده وابسته به نتیجه این نبرد است. شبکه خبری NBC امروز گزارش داد ارتش آزاد سوریه برای اولین بار به موشک‌های پیشرفته ضد هوایی زمین به هوا مجهز شد که از مرز ترکیه به ارتش آزاد رسیده است و برای مقابله با حملات هلیکوپترهای توپدار و جنگنده‌های اسد به کار گرفته می‌شود. به گزارش روزنامه صباح، احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه به اقلیم کردستان عراق سفر کرده تا با مسعود بارزانی رئیس اقلیم دیدار و گفتگو کند. بنا به گزارش‌ها، احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در دیدار از اقلیم کردستان عراق 4 پیام مهم برای مسعود بارزانی رئیس اقلیم دارد. 1. ما با اتحاد کردها هیچ مشکل و مخالفتی نداریم، بلکه نگرانی ما به خاطر فرصت طلبی‌های PKK در سوریه است. 2. مواظب باشید، یک خط ارتباطی جدی و آینده نگرانه به نام قندیل قامیشلو به وجود آمده و PKK قصد دارد با استفاده از نیروهای حزب اتحاد دموکراتیک موقعیت خود را در قامیشلو تثبیت کند. نصب پرچم PKK در این شهر یک پیام است و اتحاد ما با شما در برابر PKK باید از هر زمان دیگری بیشتر و آشکارتر باشد. 3. حزب اتحاد دموکراتیک یک نیروی وابسته به PKK است که هم با بشار اسد و هم با گروه‌های دیگر همپیمان شده و قصد دارد از هر فرصتی برای منافع خود استفاده کند. به این گروه و سخنان آنها اعتماد نکنید و به خاطر داشته باشید که در موضوع کنفرانس اربیل نیز رفتار ناشایست و مواضع تندی علیه شما داشتند. 4. از نیروهای شورای مخالفین سوریه حمایت کنید. در حال حاضر چند شاخه شدن مخالفین فقط به نفع بشار اسد است و شما نیز باید قدرت و توان خود را برای حمایت از شورای ملی مخالفین به کار بگیرید. داوودوغلو پیش از این سفر با عبدالباسط سیدار رئیس کرد شورای ملی سوریه دیدار کرد. رئیس شورای ملی مخالفان سوریه روز دوشنبه با مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق دیدار کرده بود. به گزارش سایت بلومبرگ، احمد داوودوغلو در گفتگویی که سه‌شنبه در یک روزنامه ترکیه منتشر شد گفت دولت ترکیه تهدید کرده است که حضور گروه‌های القاعده و حزب کارگران کردستان PKK در مرز دو کشور و همچنین بی‌ثباتی در شهر حلب می‌تواند به مداخله ترکیه در سوریه منجر شود. این روزنامه به نقل از داوودوغلو نوشت که دولت ترکیه با هر گروهی اهم از کرد، سنی یا دروزی که با سوء استفاده از آشفتگی سوریه قصد اعلام استقلال خود را داشته باشند مقابله خواهد کرد. روزنامه الوطن چاپ دمشق نوشت ایران به ترکیه هشدار داده است که در صورت هر گونه مداخله نظامی این کشور در خاک سوریه با واکنش شدیدی مواجه خواهد شد. بنا به گزارش علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در دیدار معاون وزیر خارجه ترکیه درباره تحولات سوریه گفت قابل توجیه نیست که تصور شود حکومت سوریه رفتنی است.
معاون وزیر خارجه ترکیه با بیان اینکه سوریه متلاشی شود بر کل منطقه تأثیر خواهد گذاشت تأکید کرد نباید در سوریه دخالت کرد و مردم این کشور خودشان باید برای آینده آن کشور تصمیم گیرنده باشند. نمایندگان مجلس در ایران پیش از آغاز جلسه علنی صبح چهارشنبه امروز جلسه غیر علنی تشکیل دادند. در این جلسه علی لاریجانی در رابطه با مسائل منطقه‌ای و همسایگان جمهوری اسلامی ایران موضوعاتی را مطرح کرده است تا به زعم وی نمایندگان بدانند چطور باید در قبال مسائل منطقه موضع گیری کنند. جواد جهانگیرزاده عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پس از این جلسه غیر علنی گفت بنغازی سازی حلب بازی با آتش است و تاکید کرد کشورهای مرتجع منطقه باید بدانند که رفتارهای ماجراجویانه این کشورها میتواند دامن آنها را نیز به آتش برافروخته شده بکشاند. یک منبع مخالف رژیم اسد در گفتگو با العربیه اعلام کرد یک دیپلمات ایرانی به دست مخالفان کشته شده. سفارت ایران در دمشق بلافاصله این خبر را تکذیب کرده. از شما پرسیدیم آینده کردهای سوریه شبیه کدام یک خواهد بود؟ کردهای عراق، کردهای ترکیه یا کردهای ایران؟ همطور که میبینید در فیسبوک افق اکثریت گزینه کردهای عراق رو انتخاب کردن، اعتقاد دارن آینده کردهای سوریه بیشتر شبیه کردهای عراق خواهد بود. به فیسبوک افق برید و در این نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید. نگاه بیاندازیم در هفت پرده به آخرین تحولات در سوریه و واکنش ترکیه و ایران. حمله ارتش سوریه به مواضع مخالفان در شهر حلب در پی حمله شورشیان به دمشق. الله اکبر. ابراز نگرانی های بین المللی نسبت به تلفات احتمالی حمله ارتش سوریه به شهر حلب. نیروهای بشار اسد از هلیکوپترهای جنگی برای حمله به شورشیان استفاده می کنند. من فکر می‌کنم که دولت مردان ایران اشتباه کردند در سالهای گذشته که به عربستان سعودی و حتی دوست صمیمی ما سوریه تذکر ندادند که آزادی و مردم سالاری رو باید پیاده کنیم. اگه ما 15 سال پیش مخصوصا حالا من تعجبم از اصلاح طلبا که 8 سال تو ایران بودن و چقدر روزنامه ها آزاد. سخنگوی محترم وزارت امور خارجه بود علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران. کشورهای منطقه در مورد سوریه اگر به مسیر نادرست ادامه بدهند عواقبش دامنگیر همه خواهد بود. قبول داریم عده‌ای از مردم سوریه برای ایجاد تغییراتی حرکت کردند، اما رئیس جمهور و دولت سوریه هم به این خواسته های مشروع مردم پاسخ دادند. ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه در تهران: امروز تمامی نیروهای ضد سوری در حلب بسیج شده اند و ناجوانمردانه به مردم این شهر حمله می کنند. منشأ توطئه‌ها علیه سوریه اسرائیل است و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس هم با اسرائیل در یک سنگر هستند. یه نکته مهم مطرح می کنم. این بحث ادعای من نیست. اظهاراتی است که در اسناد رسمی دولت. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی: آمریکا و اسرائیل با کمک تروریست‌ها و دیکتاتورهای منطقه می‌خواهند انتقام ناکامی در جنگ‌های 33 روزه و 22 روزه را از مردم سوریه بگیرند. روزنامه نیویورک تایمز: تبدیل شدن سوریه به مقر شبه نظامیان کرد نگرانی جدید ترکیه. کردهای گروه پیکاکا ظاهراً با تایید دولت بشار اسد کنترل بخش‌هایی در شمال سوریه را به عهده گرفتند. ترکیه می‌گوید اگر شبه نظامیان کرد از سوریه به ترکیه حمله کنند در حمله به مناطق داخلی سوریه تردید نخواهد کرد. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه: ترکیه نمیگذارد ساختاری در شمال سوریه تشکیل شود که کشور را بر اساس خطوط فرقه‌ای تقسیم کند و یک پارچگی آن را به خطر بیندازد.
خب مهمانان امشب آفاق دکتر شیرکو عباس رهبر حزب مجلس کردستان در سوریه از دیترویت، دکتر عمر شیخ موس از مؤسسین اتحاد میهنی کردستان عراق پژوهشگر دانشگاه استکهلم، ربار کریم ولی روزنامه نگار از اربیل در عراق، آقای رحیم رشیدی روزنامه نگار کرد عضو فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران در استودیوی آمریکا. درود به همه شما، به افق خوش آمدید. از دکتر عمر شیخ موس از مؤسسین اتحاد میهنی کردستان عراق که پژوهشگر دانشگاه استکهلم هم هستند درباره اهمیت دیدار داوود اوغلو با بارزانی در امروز پرسیدیم. به همین دلیل است وزیر خارجه ترکیه احمد داوود اوغلو به اربیل سفر می کند تا با مقامات کردستان عراق گفتگو کند. آنها با یکدیگر نزدیک بوده و از درک متقابل برخوردار بودند، اما ظاهرا مسائلی یا نیروهایی قصد دور کردن آنها از یکدیگر را دارند. آنها می خواهند با هم به تفاهم برسند و اوضاع را تحت کنترل داشته باشند. به گمان من نیت آقای بارزانی و کردهای عراق برای تاثیرگذاری روی کردها و ایجاد اتحاد میان آنها در پیوستن به اپوزیسیون سوریه قبل از آنکه همه چیز از کنترل خارج شود خیر بوده و تاثیرش بیش از آنکه منفی باشد مثبت است. من فکر می‌کنم وزیر خارجه ترکیه و آقای بارزانی بتوانند به تفاهمی در این باره دست پیدا کنند، چرا که روابط اقتصادی و سیاسی منطقه کردستان عراق و ترکیه بسیار عمیق و گسترده است، به ویژه آن که برنامه ساخت خط لوله انتقال نفت میادین نفتی کردستان از طریق ترکیه برای آنکارا به مراتب مهمتر از مسائلی است که اکنون مطرح می شود. نظر دکتر شیرکو عباس رهبر حزب مجلس کردستان در سوریه رو در همین ارتباط بشنویم. ترک ها قبلا در مناطقی از کردستان عراق عملیاتی داشتند و شاید این بار هم در سوریه داشته باشند، اما این اشتباه بزرگی خواهد بود که خارج از چارچوب ناتو یا هر ائتلاف بین المللی بخواهند مستقیما در سوریه دخالتی داشته باشند. مسئله ترکیه موضوع تهدید از جانب پکاکا نیست. آنها میخواهند بر کردها فشار بیاورند تا بخشی از هویت سوریه در شورای ملی و ارتش آزاد سوریه نباشند و از حقوق خودشان صرف نظر کنند. دلیل اصلی همین است و هیچ دلیل دیگری وجود ندارد. ترکیه باید مسائل خودش با کردها را در داخل خود ترکیه حل و فصل کند. البته من معتقدم که پکاکا هم چندان پاک و بیگناه نیست. دستهای هر دو طرف به خون آلوده است. آنها باید بنشینند و با هم مذاکره کنند. نباید درگیری هایشان را به مناطق ما بکشانند. آقای ربار کریم ولی خوش آمدید به برنامه. بشنویم آخرین تحولات رو، شما چه اخباری دارید از دیداری که امروز بین وزیر خارجه ترکیه و آقای بارزانی اتفاق میفته؟ سلام، درود میگم بر شما. آقای احمد داوود اوغلو امروز مهمان آقای بارزانی، سفری که یک هفته قبل اعلام شد که انجام میگیره بعد از تسعید و تنشایی که در منطقه کردنشین یا کردستان سوریه اتفاق افتاد که حزب اتحاد دموکراتیک ترکیه، حزب اتحاد دموکراتیک پرچم‌های خودشو که همون نشانگر پرچم‌های پکاکا است روی مراکز دولتی و حکومتی که در شهرهای کوبانه، افرین و اینا به اهتزاز در آوردن. بعد از اون دیگه مطبوعات ترکیه نوشتند که ترکیه با این سیاست خارجی که در پیش گرفته یک کردستان دیگه هم به وجود آورد یا یک شمال سوریه دیگه هم به وجود آورد. البته این برای سیاست خارجی ترکیه که در ماه‌های اخیر چالش‌های زیادی رو داشته، در ماه‌های اخیر با شکست‌های بسیاری مواجه شده در و مورد انتقاد منتقدین داخلی قرار گرفته، در صورتی که آقای داوود اوغلو تأکید داشت که با همسایگانمون در منطقه با صفر مشکل، با پایین آوردن مشکلاتمون به حد، به رسوندنش به حد درجه صفر ادامه خواهیم داد. این تز آقای داوود اوغلو بود که الان هیچ دوستی در منطقه ندارن به غیر از آقای بارزانی، یعنی با همه با کشورهایی که دور و برشون بودن روابطشون اگه تیر هم نشده باشه روابط متزلزلی دارن، از جمله ایران، از جمله سوریه که قبلا میدیدید اینا
چیز نشست وزاری مشترک در سوریه و در دمشق و در آنکارا برگزار میشد به ریاست هر دو نخست وزیر. همش یک سال و نیم پیش یا هنوز دو سالی نمیگذره که این اتفاق افتاد. مرز رو باز کردن، ویزا روادیدها رو هم برداشتن، بدون روادید سفر میکردن به کشور هم دیگه. ولی الان اکتور منطقه‌ای که مونده و آقای و سیاست خارجی ترکیه داره روش اتکا میکنه در بیشتر مسائلی که در منطقه اتفاق میفتن، از جمله مسئله آقای مالکی، مسئله مرزهای، مشکلاتی که با ایران در مورد کردستان وجود داره، مشکل پیکاکا، مشکل سوریه، تضعیف اون سیاستی که الان بهش میگن سیاست تک حزبی در بغداد، همه اینا رو ترکیه در دفتر، در پوشه سیاست خارجی خودش به آقای بارزانی حواله کرده. و این یک نقشیه که ترکیه برای آقای بارزانی داره چیز میکنه، باید ایفا کنه. و آقای بارزانی، آقای ربایی کریم ولی در همین چارچوب انجام میگیره. عذر میخوام صحبتتون رو قطع میکنم. آقای بارزانی چقدر میتونه این انتظاراتی رو که اشاره کردی ترکیه داره برآورده بکنه؟ چقدر آقای بارزانی از لحاظ سیاسی این سرمایه رو داره که بتونه نقش ایفا بکنه و این تحولات رو به سود هم ترکیه و هم به سود کردها در واقع تغییر بده؟ این دقیقا سوالیه که من امروز چندین بار در تلویزیون های ترک مهمون برنامه هاشون بودم مطرح کردم. آقای بارزانی کیه؟ ارتش داره؟ قدرت داره؟ آیا اون سوپر قدرتیه که شما روش حساب میکنید؟ در همه حساب محاسباتی که آقای داوتوغلو در مورد منطقه کردن، الان دوستی در منطقه ندارن، ترکیه دوستی در منطقه نداره، فقط و فقط همه توپا رو به زمین آقای بارزانی میندازن. اگه مشکلی با پکاکا هست میگن آقای بارزانی میتونه بهمون کمک کنه، حل میشه. اگه مشکلی با سوریه هست میگن حل میشه. من به نظرم آقای بارزانی نمیتونه در این همه جبهه به خاطر ترکیه و به خاطر خودش هم چیز بکنه، جنگ بکنه، بجنگه، چون قدرت محدودی داره، انرژی محدودی داره و منطقه خیلی آقای بارزانی از یعنی وضعیت کردستان خیلی شکننده تر از چیزیه که تصور میشه. چون الان طبق اطلاعاتی که من دارم، ایران روی آقای بارزانی اصلا حساب نمی کنه و آقای بارزانی رو در جبهه مطلق ترکیه می بینه. آقای داوتوغلو با این انتظارات اومده کردستان عراق و با این انتظارات با آقای بارزانی دعوت می کنه، چه در مورد مسئله‌ای که الان با آقای المالکی در پیشه، چه با مسئله‌ای که در مورد سوریه در پیشه، چه مسئله‌ای که در روابط دو کشور، روابط دو کشور و کردستان عراق مطرحه. آقای داوتوغلو برای مطبوعات داخلی خودشون، آقای اردوغان برای مطبوعات داخلی خودشون، برای افکار عمومی خودشون یه سری حرفایی میزنن، ولی این همون حرفاییه به نظر من که در سال 2003 در مورد کردستان عراق میزدن. خط قرمز ما، یعنی اون خطی که نباید چیز بشه ازش بگذرن. ترکیه به نظر من نه از بابت فدرالیزم کردستان سوریه در چیزه، در تلاش و ناراحته، بلکه از آینده فدرال برای سوریه میترسه. میترسن از اینکه علوی ها هم در لازقیه، که الان خیلی این مطرحه در مطبوعات غربی و اولین بار به نظر من روزنامه لوموند اینو مطرح کرد، بعد انگلیسی ها هم از اون گرفتن، یک منطقه فدرال برای علوی ها در کرانه های دریای مدیترانه تشکیل بشه. اون موقع ترکیه حس میکنه هیچ کاری نکرده، اون موقع ترکیه حس میکنه که نتونسته به اون هدفهایی که الان برای خورد کردن سوریه، برای فروپاشی رژیم بعث سوریه در پیش گرفته بهش برسه. وگرنه به نظر من برای ترکیه وجود یک کردستان دیگه خیلی هم بهتره، چون میدونه اون منطقه تحت نفوذ خودش خواهد بود، همونطوری که الان کردستان عراق تحت نفوذ ترکیه است. ولی اگر یک منطقه علوی در لازقیه و در کنارهای دریای مدیترانه تشکیل بشه، اون دولت اصلا در کنترل ترکیه نخواهد بود، اون دولت اون موقع جای پای میشه برای ایران و ترکیه حس میکنه که هیچ کاری نکرده. سیاست خارجی ترکیه چالش های زیادی رو داشته، اینم به دلیلی بوده که
واقعا در مورد منطقه درست فکر نکردن، یعنی استراتژی دقیقی نداشته. آقای داوودوغلو بدون اینکه ساختار اصلی سوریه رو بدونن به این ماجراجویی رفتن و الان داره یواش یواش براشون چیز میشه، اکتشاف میکنن که سوریه چه کشوریه. سوریه کشوری بوده که دوست خودشون بوده. بله، برمیگردیم برای اینکه جزئیات بیشتر صحبت بکنیم. آقای رشیدی، نکات متعددی مطرح شد. پرسش اول این هست که آقای بارزانی اشاره کردن که نمیتونه این خواسته های ترکیه رو برآورده بکنه. نمیخواد یا نمیتونه به نظر شما؟ یعنی آقای بارزانی میخواد که کمک بکنه یا نمیتونه؟ بدون شک آقای بارزانی در جهت کمک به سیاست‌های ترکیه یا ترکیه در جهت کمک به استقرار و موقعیت کردستان عراق گام‌های عملی برداشتن. اگر یادمون باشه بعد از اینکه کردها عملاً از شورای ملی سوریه خارج شدن، چه در قاهره و چه در استانبول، این آقای بارزانی بود که بلافاصله در اربیل 12 حزب کردستان سوریه را دور هم جمع کرد و به اونها صراحتاً گفت اگر یک اتحاد صورت نگیره من به شما کمک نخواهم کرد و آینده تاریکی در پیش شما خواهد بود. این یک. از طرف دیگه حزب اتحاد دموکراتیک که گویا وابسته به پیکاکا هستش و کنترل یک بخش از کردستان سوریه را در دست گرفته، چندان روی خوشی به این اتحاد ملی کردهای سوریه که اینها اتحاد ملی غرب کردستان را تشکیل داده بودند، اینها به پیشقدمی آقای بارزانی ائتلاف کردند و بلافاصله دولت ترکیه هم اعلام کرد که با کردها هیچ مشکلی نداره. ولی نگرانی اونها از رول و نقشیه که ممکنه پیکاکا در آینده نزدیک یا دور بتونه ایفا بکنه. آقای داوودوغلو در برنامه تی آر تی تلویزیون رسمی ترکیه اعلام کرد که ما قبول نخواهیم کرد یک قندیل دیگه بغل گوشمون ایجاد بشه. آقای اردوغان هم در مصاحبه با مطبوعات داخلی ترکیه گفته بود که ما به هیچ وجه قبول نخواهیم کرد که یک منطقه خودمختار یا فدرال یا یک کردستان دیگه بغل گوشمون ایجاد بشه. جدا از این موضع گیری های ترکیه یا سیاستمدارانش، ما عملا میبینیم که یک کردستان سوریه بغل گوش ترکیه ایجاد شده و حتی کردها سالیان متمادی که منتظر چنین روزی هستن. از یاد نبریم که کردها های سوریه حتی بیشتر از کردهای بخش‌های دیگر کردستان زیر ستم بودن، صدای اونها به جایی نمی‌رسید و حتی من می‌خوام احسان بکنم که بیش از 2 میلیون کرد سوریه حقوق شهروندی نداشتن، آنکه ما در آمریکا یا در زبان انگلیسی بهش سیتیزنشیپ میگیم. اینها از تمام این مسائل و حقوق شهروندیشون محروم بودن و این یک تقریبا دوره یک سال خورده گذشته بود که خود اسد پذیرفت که اینها رو بخشی حداقل از اینها رو به عنوان شهروند سوریه. خب اونا فکر میکنن وقتی که حکومت اسد اگر قرار باشه این بحران رو طی بکنه یا مدیریت بکنه زمان به گذشته باز خواهد گشت و اونها به این قول و قرارهایی که در شرایط بحرانی پیش میاد و امتیازهایی داده میشه چندان خوشبین نیستن. به همین خاطر عملا یک کردستان دیگه بغل گوش ترکیه ایجاد شده و میخوام پافشاری بکنم و مسئله بر نوع برخورد پیکاکا در آینده است، در آینده نزدیک و دوره، که از این مرز میخواد چجوری عمل بکنه و همه چیز به نظر من به این موضوع بستگی داره. خب اشاره کردیم به اینکه در کنار گوش ترکیه کردستان جدید به نظر شما ایجاد شده. از آقای دکتر شیخ موس پرسیدیم که چقدر احتمال داره که اسد تعمدن مناطق کردشین رو در اختیار کردها در سوریه قرار داده باشه؟ بله، طبق اطلاعاتی که من دارم حقیقت دارد. دولت سوریه با اتحادیه دموکراتیک کردستان توافق کرده و کنترل آن مناطق را به آنها سپرده، به این امید که این موضوع باعث بروز اختلاف بین اپوزیسیون سوریه و نیز ارتش آزاد سوریه شود. اما آنچه که در طول 10 روز گذشته اتفاق افتاده این است که اتحادیه دموکراتیک کردستان و شورای ملی کردهای سوریه با هم توافق کردند که آن مناطق را با هم کنترل کنند تا از بروز هر نوع درگیری یا اختلافی با سایر بخش‌های اپوزیسیون جلوگیری نمایند. این حقیقت دارد که ترکیه روی این موضوع بسیار حساس است و در نتیجه هشدار داده که اگر از این مناطق علیه ترکیه استفاده شود آنگاه تلافی خواهند کرد.
اما نیروهای کرد سوریه هیچ قصدی برای آن کار ندارند. هرچند که اتحادیه دموکراتیک کردستان اعلام کرده که هیچ ارتباطی با حزب کارگران کرد ترکیه PKK ندارد، اما همه می دانند که این طور نیست. اما به اعتقاد من آنها از انعطاف بیشتری برای رسیدن به هر گونه توافق برخوردار هستند و نمی خواهند که با مخالفت با دیگر کردها و سایر بخشای اپوزیسیون آینده خودشان را به خطر بیاندازند. به همین خاطر است که با ملایمت بیشتری از آنچه که می تواند باشد عمل می کنند. اما دکتر شیرکو عباس نظر متفاوتی داره. اتحادیه دموکراتیک کردستان سوریه اعلام کرده که هیچ رابطه‌ای با حزب کارگران کردستان ترکیه یا PKK ندارد. هرچند تردیدهایی در این باره وجود دارد. PKK در مناطق کردنشین سوریه نیرو ندارد، اما در هر حال حضور دارد. من فکر نمی‌کنم بتوانند کنترل این مناطق کردنشین سوریه را در دست بگیرند، چرا که کردهای داخل سوریه، هم رهبران سیاسی و هم رهبران طوایف مختلف کرد، خودشان در صدد ایجاد یک دولت منطقه‌ای کرد در سوریه هستند. مسئله PKK یا اتحادیه دموکراتیک کردستان سوریه نیست. فکر نمی کنیم این اقدامی حساب شده باشد. این حرف ها بیشتر حدس و گمان هستند. حکومت نیاز به استفاده از تمام نیروهایش دارد. بعضی مناطق را رها کردند و در نتیجه اتحادیه دموکراتیک کردستان سوریه و سایر گروه های کرد هم وارد آنجاها شدند. این برای مهار ترکیه نیست. آقای ریوار کریم ولی، بشنویم نظر شما رو. دو تا دیدگاه کاملا متضاد رو دیدین، تحلیلی که از اون چه که داره اتفاق میفته. آیا تعمدن اسد این اتفاق رو رقم زده و منطقه رو خالی کرده، در اختیار کردها قرار داده، یا اینکه نه مشکل داره نمیتونه کشور رو اداره بکنه و همین دلیل منطقه رو رها کرده؟ ببینید، حزب پیده یا به حزب اتحاد دموکراتیک که در سوریه فعالیت داره شاخه PKK است که برای اون منطقه ساخته شده و PKK نفوذ عظیمی بر اون منطقه داره، چون سالیان درازی که PKK در منطقه حضور داشت، حتی یک قانونی هم وجود داشت در مورد سربازی اونا، یا باید میرفتی در PKK، اگر به PKK میپیوستی، این برای هر شهروند کرد سوریه به عنوان خدمت سربازی به حساب میومد در دوران حافظ اسد. بعد از این بحرانی که اتفاق افتاد و آقای اوجلان از اون منطقه بیرون شد و اینا، روابطشون یکم به سردی گرایید، ولی بعد از این اتفاقات PKK با سوریه رابطه تنگاتنگی داره. به طبق اطلاعاتی که من دارم، از 10 ماه پیش گروه زیادی از گریلاهای PKK وارد منطقه شدن و اونچه که ما شاهدش هستیم اینه که PYD یعنی حزب اتحاد دموکراتیک نه حاضر در برابر سوریه اقدامی انجام بده در مورد رژیم بس، نه اجازه میداد که حزب و گروه های دیگه، مردم هم این کار را انجام بدن. در دو سه ماه گذشته ما بسیار شاهد این اخبار و مطالبی بودیم که در شهرهای کردنشین مردم تظاهرات کردن، نیروهای PYD به اونا حمله کردن، گفتن شما چرا تظاهرات میکنید بر علیه رژیم و اینا. این اتفاقات افتاده و ما شاهدش بودیم. ولی آقای بارزانی، توقعی که ترکیه از آقای بارزانی داشت این بود که کاری بکنه که این منطقه کردنشین اقلا بتونن معبری باز کنن برای کمک رسانی به ارتش آزاد سوریه. و این همه این تماسایی که صورت گرفت به خاطر این بود که آقای بارزانی بتونه حزب اتحاد دموکراتیک شاخه PKK رو از رژیم بعث سوریه جدا کنه و وارد مبارزه ملی برای آزادی سوریه بکنه. تا حالا طبق چیزی که پیماننامه‌ای که در معاهده‌ای که در اربیل اتفاق افتاده از چند هفته گذشته، هنوز نتونستن تو داخل منطقه کرد سوریه یا کردستان سوریه بتونن کاری بکنن که این منطقه به صورت عادلانه از طرف حزب‌های دیگه، گروه‌های دیگه که در بسیار تحت
خطر زندگی میکردن، چون پیده حزب اتحاد دموکراتیک اونا رو قتل میکرد، اونا رو میکشت و اجازه کار سیاسی هم بهشون نمیداد. همه سران احزاب حزبایی که از شما ازشون یاد میکنید، حزبایی که در سوریه کرد سوریه هستن، همه در اربیل زندگی میکنن، همه در دوک هستن، هیچ کدومشون جرئت ندارن برن تو افرین و کوبانه و قامیشلو اینا فعالیت بکنن، فقط هوادارایی دارن اونا. اونی که سلاح تو دستشه حزب اتحاد دموکراتیکه. این سلاح از کجا اومده؟ این سلاح ها رو از کی گرفتن؟ این برای خودش سواله. اگه بگن ما هیچ رابطه ای با پکاکا نداریم. بعدش آقای بارزانی سعی کرد اولا این خطری رو که روی این حزب هاست کم کنه، دو پیده رو بتونن وارد حزب اتحاد دموکراتیک و وارد همین چیز بکنن، همین پروسسی بکنن که بهش میگن آزادی سوریه. تا حالا تا هنوزم این اتفاق نیفتاده. اگه بتونن پیده رو واقعا از حزب بحث سوریه جدا کنن، حزب اتحاد دموکراتیک رو، اون موقع میشه به ترکیه هم واقعا اینا نزدیکتر بشن از اینی که هستن. ولی حزب اتحاد دموکراتیک در تا الان که از 16 ماه قبل تا الان که این تظاهرات و این چیز در مورد در سوریه اتفاق وقایع در سوریه اتفاق میفته، فقط یک هدف معینی رو داره که اینه که ترکیه رو تحریک کنه از اونجا، و این کارو کردن واقعا، وگرنه چه لزومی بود که این پرچم ها رو روی این ادارات چیز بکنن؟ مگه کردها با یک پرچم موحد متحد الان در دنیا حضور ندارن؟ نمیشد پرچم کردستان عراق رو گذاشت، کردستان بزرگ رو گذاشت، همون پرچمی که همه قبولش دارن، ولی این کار رو کردن، خودشون رو جدا کردن، ترکیه تحریک شد در این مورد، و الان هدفی رو که هنوزم دنبالش میکنه اینه که ترکیه در اون مورد، در اون مسئله چیز بکنه، مداخله سربازی بکنه. این به نفع رژیم اسده، این به نفع رژیم حافظ بشار اسده که ترکیه حمله سربازی بکنه برای سرکوب اونا. اون موقع میشه از یک شورش داخلی به یک جنگ دو کشور تبدیل میشه، و سوریه اون موقع میگه بفرمایید ترکیه داره به من حمله میکنه، و اون موقع شما هم اصرار داشتید در اوایل برنامه، ایران هم بی جواب نخواهد بود، و بیشتر که اون موقع از یک نهضت آزادی خواهی به جنگ منطقه‌ای تبدیل میشه. هدف پیده متاسفانه در این راستاست. یعنی اگه پیده این هدف رو هم دنبال نکنه، الان موقعیتی رو که توش قرار داره برای فتنه انگیزی و دشمنی با ترکیه همین رو داره. دیدگاه آقای بارزانی با آقای داوتوغلو در مورد ترکیه فرق داره. آقای بارزانی کردها رو کرد میبینه، آقای داوتوغلو کردها رو مثل یک ترک میبینه. این خیلی فرق داره. آقای بارزانی محکوم به این که به همه کردهای سرتاسر دنیا کمک کنه. من به نظرم در این مورد ترکیه چیز زیادی به دست نمیاره. بده. فقط همین مذاکراتی رو که الان در اربیل انجام میشه به نحوی بتونن حزب اتحاد دموکراتیک رو به صورتی از به جنبش آزادی خواهی سوریه نزدیک کنن، و از این محوری که الان ایران در منطقه در پیش گرفته، ایران، آقای مالکی و حزب الله که و حتی در بسیاری مواضع حزب پکاکا هم در همین جبهه قرار داره، این اتحاد دموکراتیک رو یکم از این جبهه دور کرد، اگر واقعا میگن ما یک حزبی هستیم که مستقلیم و با پکاکا رابطه نداریم. خب رشید، نکات پیچیده‌ای مطرح میشه، ولی اگه بخوایم این رو خیلی ساده بکنیم، این هست که الان بحث بر سر اینه که این مناطق اگر در دست حزب اتحاد دموکراتیک بمانه، حالا پکاکا چقدر اونجا نیرو داره نداره، این قابل بحث است که توان اینو دارن که منطقه رو اصلا نگه دارن. یعنی اگر ما بپذیریم که اسد از این بحران بتونه عبور بکنه، یعنی شرایط حلب تغییر بکنه به نفع ارتش، حالا این قابل بحث است، بعد بتونه بیاد به مناطق کردنشین رو دوباره پس بگیره، یعنی قد این توان نظامی رو این نیروها اونجا دارن که بتونن در مقابل حمله ارتش سوریه بایستن. اینا البته خب بحث‌های پیچیده است که میشه از چند زاویه نگاه کرد، ولی نکته که من مد نظرم هست این که آیا این بازی که الان حزب اتحاد دموکراتیک و پکاکا به شکلی وارد شده، این بازی باخت باخت برای کردها، یعنی به هر شکلش هر اتفاقی بیفته، یا از اون طرف ترکیه ممکنه دست به اقدام بزنه، یا نایتن ممکنه اسد در واقع به سمت سرکوب اینها بره، چرا کردها وارد این بازی شدن؟ البته این احتمال هم وجود داره که این اتفاقات نیفته و اسد حتی اگر بتونه این بحران رو مدیریت بکنه، به هیچ وجه من نظرم اینه که نخواهد توانست که موقعیت سوریه به طور کل و کردستان
سوریه به طور خاص به گذشته برگردونه. این یک مسئله بسیار مهمیه که باید بهش اشاره کرد. ولی یادمون نره که خود رئیس اتحادیه دموکراتیک کردستان سوریه که وابسته به پیکاکا هست و به اونها اینو خیلی اشکالم نمیدونن، اعلام کرده که آمدن با سوریه دیدار بکنن. حتی صراحتن رئیسشون اعلام کرد که من از داوود اوغلو و اردوغان میخوام که به اربیل نرن، به هولر نرن، بیان به قامیشلو، بیان به کردستان سوریه، ما از اونها استقبال میکنیم. و دیروز هم سخنگوی شورای عالی ملی کردهای سوریه که ادغامی از طرفداران حالا پیکاکا و کردهای سوریه، اعلام کردن که آمدن داوود اوغلو در هولر در اربیل پایتخت کردستان عراق ببینن، باهاش ملاقات بکنن و حتی حاضرن که عبدالباسط سیدا که رهبر کردبار یا رئیس شورای ملی سوریه هستش و بیشتر ایشون وارد این معامله کردن که بتونن کردها و وارد شورای ملی سوریه بکنن. ولی از یادمون نره که از اون طرف هم دیروز در قاهره خود این شورا، شورای ملی سوریه، یه جورایی انشعاب کرده و یه طیف دیگه از اونها جدا شدن که همه بر این باورن که این به نفع حکومت سوریه است. ولی خود بازی که ما در کل منطقه می‌بینیم طبیعیه که جمهوری اسلامی ایران، حزب الله لبنان و آقای مالکی در یک جبهه قرار گرفتند. حتی میگن با تشویق جمهوری اسلامی ایران و با دستور رژیم ایران، آقای مالکی 110 هزار سرباز ارتش عراق رو در وارد بازی کرده، اومده در مرز کردستان عراق با سوریه که تنها نقطه رابطه بین کردهای سوریه و عراق هستش، به اونو مسدود بکنه. آقای بارزانی بلافاصله به پیشمرگای کردستان دستور داده که قطع علم بکنن در برابر اینها. دیروز مصطفی نجار وزیر کشور ایران وارد بغداد شده، پریروز وزیر امور خارجه سوریه از تهران بازگشته و تمام این مسائل در ارتباط با همان. حتی اگر اینها را حل بکنیم، این پروسه جنگ جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودیه. ولی من نمیخوام اینو انکار بکنم که حکومت اسد یک حکومت دیکتاتوری و فاشیستی بوده و نگرانیم اینه که بعد از حکومت اسد چه اتفاقی خواهد افتاد، چون ترکیب اجتماعی و سیاسی و ملیتی جامعه سوریه بسیار پیچیده هستش. علوی ها اونجا زندگی میکنن، دروزی ها زندگی میکنن، ارامنه زندگی میکنن، ترکمن ها، کرد ها، عرب ها، شیعه ها، سنی ها، ازیدی ها و همه اینها از همدیگه میترسن و وحشت دارن. تمام اینها در طول حاکمیت اسد با زور و سرکوب و خفقان به زندگی خودشون ادامه دادن. در هر صورت برای مردم سوریه و به طور ویژه برای کردستان سوریه این یک فرصت میمونه، ازش استقبال میکنن. و در جواب پرسش‌های گذشته‌ام گفتم مسئله بستگی به این داره که پیکاکا از اون مرز چه عکس العملی نشون میده، ولی ما نباید اینو از یاد ببریم. حتی اگر در دورترین نقاط دنیا، در جنگل‌های آمازون هم یک روستای کردی باشه، ترکیه یه جورهایی باش مشکل داره و سعی می‌کنه باش مبارزه بکنه. ولی به نظر من مبارزه مردم سوریه یک مبارزه برحقیه بر علیه دیکتاتوری و با سقوط اسد می‌دونیم که کل مسائل منطقه تغییر خواهد کرد. و من می‌خوام اینم بگم که ممکنه خیلی ربطم به بحث نداشته باشه، ولی بازنده اصلی و استراتژیک تو این میدان جمهوری اسلامی ایران خواهد. خب از دکتر شیخ درباره اهمیت موقعیت کردها در سوریه پرسیدیم و مقایسه که با وضعیت اونها با کردها در عراق و ایران میشه، اون چیزی که در پرسش برنامه ابتدا مطرح کردیم که آینده کردهای سوریه بیشتر شبیه کردهای سوریه عراق خواهد بود یا ایران یا ترکیه. کردهای سوریه به طور روشنی با سایر بخشای اپوزیسیون گفتگو کردند و مواضع خودشان را در ارتباط با تمرکز زدایی سیاسی بیان کردند، اما چون مناطق کردنشین سوریه از نظر جغرافیایی پیوستگی ندارند، درخواست حکومت فدرال گونه محلی از اعراب ندارد و در نتیجه آنها خواهان تمرکز زدایی از سه ناحیه کردنشین هستند. این در حالی است که کردهای ایران در صورتی که رژیم تغییر کند و همینطور کردهای ترکیه می توانند به راحتی خواستار سیستم فدرال برای خودشان باشند. اما در سوریه بر روی فدرالیسم بحث فراوانی در جریان است، چون اصلا واقع بینانه نیست و به شدت غیر واقعی است.
در نواحی افرین کوبالی اکثریت کرد هستند، اما در نواحی مرزی با ترکیه و عراق عرب‌ها، آشوری‌ها و ارمنی‌ها هم هستند و کردها باید آن مناطق به اصطلاح خودمختار را با آنها تقسیم کنند. چنین چیزی امکان پذیر نیست. خب دکتر شیرکو عباس، تنها راه پایان گرفتن جنگ رو یک بازگشت تاریخی میدونه. تنها راه برای توقف جنگ داخلی در سوریه این است که جغرافیای سیاسی سوریه را برگردانیم به تقسیمات 1920، یعنی مناطق علوی، کرد، دروزی و سنی داشته باشیم. این تنها راه پایان دادن به خونریزی هاست و به گمان من باید به آن سمت پیش برویم. متاسفانه وزارت خارجه آمریکا به همراه ترکیه و بعضی از کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل قطر و عربستان سعودی در صدد تقویت اخوان المسلمین هستند و می‌خواهند یک رژیم بد را با رژیم دیگری که به همان اندازه بد است جایگزین کنند، که این برای ما قابل قبول نیست. آیه ریوار کریم ولی بشنویم واکنش شما رو. باز دیدیم دو نظر متفاوت در مورد آینده سوریه، اینکه سوریه توانایی داره که به سمت یک سیستم فدرال بره یا نداره. آقای شیخ موس به یک نکته خیلی جالب اشاره فرمودن، خیلی هم مهم بود که الان اگه به جغرافیای انسانی چیز دموگرافی کردها در سوریه نگاه کنید، سه منطقه کردی وجود داره، یعنی بین هر منطقه با منطقه دیگه حدود 120 کیلومتر مناطق عرب نشین وجود دارن که این پیوستگی که در کردستان عراق وجود داره از نظر جغرافی در سوریه، در کردستان، در کردهایی که در جاهایی که کردها در سوریه توش زندگی میکنن وجود نداره. عملا ترکیه بانی سوریه آینده خواهد بود، نقش بسیار مهمی درش ایفا میکنه، ولی ایران هم به این راحتی ها ولکن قضیه نخواهد بود. نگرش سنی مذهب ترکیه به امور داخل به آینده سوریه خیلی خطرناکه. از الان هم این تفکر و طرز دیدگاه ترکیه که دیدگاه مبنی بر مذهب سنی هست در ترکیه بسیار برای خود کشورم عواقب خوبی نداشته، چون باعث شده که علوی‌ها با بدبینی به نقش ترکیه نگاه کنند در این موضوع. ایران طبیعتاً کردها، من آینده مثل کردستان عراق رو خیلی مشکل می‌بینم واقعاً، چون کردستان عراق اولا از سال 1991 آزاد شده بود، یعنی در حالی که رژیم بعث وجود داشت ما هیچ رابطی هم با بعث نداشتیم، ما اینجا رو برای بعث ازش محافظت نمی کردیم، نیروهای بین المللی از ما حفاظت می کردن تا سال 2003 که این صدام هم رفت. بعد از اون دیگه ما قبل از این که این اتفاق بیفته کل اپوزیسیون عراق در سال 1992 بر فدرال بودن نظام آینده در عراق، بر دموکراتیک بودن آینده عراق و بر حقوق ملی ملت کرد در آینده عراق و شراکتی رو که کردها با عرب‌ها دارن در عراق اینو تایید کردن در کنفرانس سال 2002 در لندن، بعد از سقوط نظام در ناصریه در 2004. یعنی یک پیشنویس قانون اساسی بدون اینکه نوشته شده باشه حاضر بود، در دست بود، چون بسیاری از نکات و موادی رو که باید در بین اپوزیسیون عراقی و کردها مطرح میشد حل میشد. هنوز سوریه نه اپوزیسیونی داره نه متحده من هنوز به این اعتقاد ندارم ارتش آزاد سوریه با شورای ملی رابطه ارگانیکی داشته باشه. به همونطور آقای رشیدی هم اعلام کردن فرمودن دیروز در سوریه، در مصر، در قاهره دارن تشکیل دولت میدن، در حالی که شورای ملی از این خبر نداره. کردها بخشی از چیز نیستن، بخشی از این حرکت آزادی بخشی که الان در سوریه اتفاق میفته نیستن و نمیخوانن واردش بشن، چون اینو یک پروژه ترکی میبینن، یک پروژه میبینن که از طرف ترکیه داره امپوزه میشه به سوریه و خودشون اون بخش هم شاید موافق سیاست های ایران باشه تا
ترکیه، نمیخواد از این سیاست ها حساب ببره. این باعث شده پیچیدگی اوضاع سوریه است و من واقعا خیلی بدبینانه در مورد آینده سوریه، خیلی بدبین هستم به اینکه آینده جنگ داخلی در سوریه حتما اتفاق خواهد افتاد اگر اوضاع اینجوری پیش بره، حتی در صورتی که اسد از قدرت کنارگیری کنه یا بره یا چیز بشه، چون هیچ تعهدی نسبت به همدیگه ندارن، نه کردها، نه دروزی ها، نه شیعه، نه سنه. بله. و ببینید یعنی در حالی که این همه ما در عراق این همه اتفاق، این همه معاهدات و اینا امضا شده بود، کشوری مثل آمریکا حامی عراق بود، از اوایل سال 2012 که آمریکا ارتشش رو کشیده بیرون از عراق، ببینید چه اتفاقاتی داره میفته، ببینید داره عراق تقسیم میشه واقعا. این اجتناب ناپذیره در سوریه اگر کشوری مثل آمریکا نتونه این وحدت اراضی رو حفظ کنه، ولی در هر حالت این جدا شدن و این وحدت، این آینده سوریه خیلی با خشونت پیش میره. آقای رشیدی، کردهای سوریه سرنوشتشون مثل کردهای عراق خواهد شد، ترکیه یا ایران؟ والا به نظرم من زوده در این باره قضاوت کرد، ولی آنچه که داره اتفاق میفته آقای ربار کریم ولی عزیزم به درستی اشاره کردن. من با موضوع گیری ایشون و سخنانشون مشکلی ندارم، ولی نباید اینو از یاد برد که خود پابرجایی یا تأسیس این کشورها بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی، بعد از جنگ جهانی اول، هم همش بر مبنای تبعیض و به حاشیه روندن اقلیت‌های ملی و مذهبی در تمام این کشورها بوده. ولی به نظر من خود این پروسه و گسترش این پروسه و موقعیتی که برای کردهای سوریه ایجاد شده، ممکنه حتی به این پیش بینی هم باید کرد که ترکیه را بیشتر وادار بکنه که گام‌های جدی‌تری در راستای حل دموکراتیک مسئله کردها در ترکیه برداره. بله، منم موافقم اگر ترکیه بخواد دخالت بکنه، خب خیلی وضعیت فرق خواهد کرد. چقدر احتمال میدید که، چون بحث دخالت ترکیه به طور انفرادی مطرح، چقدر احتمال میدید که ترکیه در قالب ناتو واقعا دست به اقدامی بزنه در سوریه؟ به ناتو که بعد از جنگ دوم جهانی شکل گرفته و حدود 28 کشور عضو داره، به حتی 70% از بودجه نظامی دنیا به اندازه خرج نظامی و پروژه های نظامی ناتو است که یک سازمان نظامی دفاعیه. هرچند در اساسنامه ناتو میگه که دفاع از ارزش های دموکراتیک و تلاش برای صلح در سطح منطقه‌ای و جهانی، ولی یک نکته بسیار ظریف توش هستش که حمله به یکی از کشورهای عضو ناتو حمله به کل ناتو محسوب میشه، و این یک بعد از اینکه یکی از جنگنده های ترکیه از طرف حکومت اسد سرنگون شد، خود رئیس جمهور سوریه ناچار شد که رسما عذرخواهی بکنه و بگه که این فقط یک اشتباهی که رخ داده. این احتمال هم بسیار وجود داره. یادمون نره که ناتو برای اولین بار در سال 1993 در مسائل صربستان و یوگسلاوی اومدن دخالت کردن در دفاع از مسلمان های بوسنی که یک فاجعه انسانی بود، اونجا حکومت میلوسویچ اونها را واقعا جنوساید میکرد. بعد سال 99 به دفاع از کوسوفو اومدن دخالت کردن، در 2003 اومدند از پروژه آمریکا برای مبارزه با تروریسم و القاعده در افغانستان، 2004 که آموزش نظامی نیروهای عراقی و ارتش عراق رو بر عهده گرفتن، و آخرین عملشون که در خود ناتو هم اختلافاتی بر سر خرج این مسئله داشت در لیبی بود برای حذف حکومت قذافی و دفاع از اپوزیسیون اون موقع حکومت لیبی. چندانم آسان نیست که ترکیه وارد این پروسه بشه. اقتصاد ترکیه جورهای نوپاست و توسعه‌ای داشته، ترکیه دارای روابط خوب با کردستان عراق و حتی کردهای عراق، نفت و خیلی ارزانتر، حتی کمتر از نصف قیمت این اسناد فاش شده که به ترک‌ها فروختن که بتونن این پروسه و از این شرایط بحرانی بیرون ببرن و مدیریت بکنن. به نظرم دخالت ترکیه در مسائل سوریه امکان این هم داره که ایران هم بیاد دخالت بکنه. یادمون نره که ایران شدیداً داره بارزانی و تحت فشار قرار میده. سفرهای اخیر حزب گوران، آقای نوشیروان مصطفی به ایران و یا نخست وزیر قبلی دکتر برهم صالح معاون
دبیرکل اتحادیه میانی کردستان عراق، حالا بحث‌های بر سر این دیدارها با تهران هستش و اخیراً اتفاقاً چند روز گذشته آقای ربار کریم ولی حتما اطلاع بیشتری دارن، گوران تنها حزبی بود، جنبش تغییر در واقع، که در نشست تمام گروه‌های سیاسی کردستان عراق به حضور بارزانی و دو تا قوه دیگه یعنی نخست وزیر و پارلمان شرکت نکردند و بعد ریاست اقلیم کردستان اینو در راستای تفرقه ملی قلمداد کردند. تمام این پروسه ها قابل بحثه و به ایران هم از این جهت داره به آقای بارزانی. اگه یادتون باشه من یک سال و نیم قبلم گفتم که توپ باران های ایران در کردستان عراق که یه جورهایی بر علیه پژاک یا پیکاکا بود، هدف اصلیشون فشار به آقای بارزانی بود که فکر میکردن دارن به کردهای سوریه کمک میکنن و این کمک ها دیگه علنی شده، کسی نمیتونه اونو انکار بکنه. البته نباید این رو ناگفته گذاشت که به هر شک افراد زیادی کشته میشن در اثر همین تحرکات مرزی و اونها بدون استثنا. بله، ولی نکته که دکتر شیخ پونس صحبت ازش میکنه در مورد ارتباط میان کردهای منطقه، نظر ایشون رو بشنویم. البته از دهه 50 به این طرف ارتباطات رسمی و غیر رسمی میان همه کردها وجود داشته. ما از زمان تشکیل حکومت خودمختار کرد در شمال عراق، بسیاری از کردهای خاورمیانه در سوریه، ترکیه و ایران چشم آنها داشته و تلاش کرده‌اند تا با آنها در موضوعات مختلف هماهنگی کنند. اما این به آن معنی نیست که تحت فرمان آنها باشند، بلکه در عین حفظ استقلال خودشان تنها درباره موارد گوناگون با آنها رایزنی می‌کنند. خب شنیدیم صحبت آقای شیخ موسو که در واقع تایید می‌کنن که آقای بارزانی لزوماً ممکنه نفوذ چندانی نداشته باشه روی همه کردها، اونها ممکنه تصمیم گیری‌های مستقل خودشون داشته باشن. آقای شیرکو عباس اعتقاد داره که نوع تغییر بافت قومی منطقه کردنشین در طول تاریخ صورت گرفته. According to 1958-59 Soviet Union studies. بنابر مطالعات اتحاد جماهیر شوروی سابق در سالهای 1958 و 59 و نیز تحقیقات سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، کردها حدود 38% جمعیت سوریه را تشکیل می‌دادند. آنچه که در این سالها اتفاق افتاد اعمال سیاست عربسازی بافت جمعیتی بود. حدود نیمی از آنها را عرب کردند، اما نیمه دیگر هنوز هویت کردی خود را حفظ کردند. اگر به مناطق مختلف کرد نگاهی بیاندازید می‌بینید که به هم پیوسته هستند و آنطور نیست که جدا از هم باشند. هرچند رژیم سعی کرده بود که کردها را از آن مناطق کوچ بدهد و با تعامل تغییر در آن نواحی از نفوذ و تأثیر کردها بکاهد، اما هنوز این مناطق به هم پیوسته هستند. سراسر منطقه بین النهرین، بین دجله و فرات مناطق کردنشین هستند. همینطور مناطق همجوار مرز ترکیه تا مدیترانه همگی کردنشین هستند. اما به هر حال مناطق شمال غرب، ادلب و لازقیه عربسازی شدند. اما به محض آنکه آزادی خود را بازیابند و سرکوبی در کار نباشد، دوباره تبدیل به مناطق کردنشین خواهند شد. آقای روار، شنیدید باز دو نظر متفاوت بود در مورد اونچه که در مناطق کردنشین رخ میده. وقت محدودی داریم، اگه میشه در یکی دو دقیقه بفرمایید که ایران چگونه سیاست خودش رو تنظیم کرده بر اساس این پیچیدگی‌هایی که الان ازش صحبت شد. ایران طبیعتاً شما بیشتر میدونید در این مورد، منطقه به دو مرک دو به منطقه نفوذ دو ابرقدرت منطقه ای تبدیل شده که یکیشون ترکیه است که این اواخر سالهای اخیر با رشد اقتصادی که داشته و یک چرخشی که به خاورمیانه داشته برای کشف موارد جدید انرژی و تأمین انرژی و در راستای این ایدئولوژی اسلام سیاسی که بتونه دموکراتیک هم باشه، اسلام سیاسی سنی که دموکراتی و این مورد حمایت غرب هم قرار گرفته، هم آمریکا و هم اروپا اینو از این حمایت میکنن، داره مثل یک کشور اسلامی بزرگ در منطقه دخالت میکنه. این ایران اینو قبول نداره و متاسفانه در چند سال اخیر ما شاهد تقسیم بندی های خیلی واضحی شدیم که پیشتر یواش یواش دارن ظاهر میشن. مثلا الان در کردستان عراق اگه نگاه کنید، آقای بارزانی
همه منافع خودش و سیاست‌های خودش رو طبق منافع و سیاست‌های ترکیه تنظیم می‌کنه که بیشترشون با این در این راسته هستن. اتحادیه میانی کردستان و گوران و یک سری حزب‌های دیگه که در منطقه هستن با ایران همگام هستن. در مسئله بازخواهی از آقای مالکی برای کنار گذاشتن از حکومت، همه اینا به طور واضح مشخص بود. در مورد سوریه هنوز مواضع حزب که متحد آقای بارزدانی هنوز موضوع واضح نیست که آیا میخوان رژیم اسد عوض بشه یا نمیخوان عوض بشه. هنوز در بسیاری از موارد به طور واضح همپیمان های آقای بارزدانی که باش در حکومت هم شریک هستن نظرهای مشابهی ندارن. این تقسیم الان ایران به صورت جدی روی این گروه ها کار میکنه، سرمایه گذاری میکنه و آقای قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس خودش مستقیماً الان روی خط با این گروه هایی که حامی ایران هستند در منطقه همه رو ارگنایز میکنه برای ادامه دادن این سیاست هایی که قبلا وجود داشته. من نمیتونم بگم ایران به چه صورت یا به صورت لوجستیک یا به صورت که مهمات بده یا سلاح بده، اینا رو من در کردستان مشاهده نکردم، ولی نفوذ سیاسی ایران بر گروه هایی که الان حامی ایران هستن بسیار بسیار زیاده و اینا از طرف ایران هدایت میشن برای همون هدفی که این استاتیکویی که الان در منطقه وجود داره این حفظ بشه و عوض نشه. آقای رشیدی که دو فرصت داره. در واقع نگرانی اینه که بعد از اسد همان گونه که اشاره کردم چی پیش میاد، چون سوریه داره یک موقعیت بسیار سوخلجوشی و استراتژیک هستش، هم مرز با لبنان، با اردن، با عراق، با ترکیه، ولی ترکا اینو دریافتن که یک معضلی در کشورشون و در کل منطقه به اسم مسئله کرد وجود داره و اینها خواب خوش نخواهند دید اگر این مسئله رو حل نکنن. و سیاست ترکیه نسبت به سال های گذشته در این رابطه خیلی تغییر کرده، گام های دموکراتیکی در راستای حل این پروسه برداشته شدن ولی کافی نیست، ولی نسبت به سیاست های گذشتهشون بسیار تغییر کرده. یادمون نره که این کشورهای زینف هم در این پروسه درگیرن. چندی پیش وزیر امور خارجه روسیه عملا اعلام کرد که اگر اسد سقوط بکنه این کردها هستند که قدرت خواهند گرفت و این توازن قدرت بعد از یک قرن، بعد از 100 سال در کل منطقه تغییر خواهد کرد. این چیزی که آقای مدودیوف همین یکی دو روز پیش گفت، این برای این بود که ترکیه رو بترسونن که اگر شما دارین از اپوزیسیون سوریه دفاع میکنین و مرزهاتون رو برای اینها باز کردین، بعدن گریبان خودتون رو خواهد گرفت. ولی اینا خیلی وقت درک کردن که این واقعا گریبانشون رو گرفته. پکاکا جدا از اینکه وزارت خارجه یا آمریکا اونو تروریست بدونه نه، ولی یه حزب محبوبی در کردستان ترکیه هست، میلیون ها انسان به این حزب احترام میذارن. درست عکس العمل پکاکا در شرایط کنونی نسبت به کردهای ایران یا کردهای سوریه حتی کردهای عراق بده، ولی یه قدرت، یه حزب قدرتمندی داره رول بازی میکنه. نفرم کشتن و بله در اینم شکی وجود نداره، ولی برای پایان دادن به این خونریزی ها، به این استبداد، راهی جز دیالوگ و گفتگو وجود نداره. چرا؟ چون کردها از این مبارزه خودشون برای ایجاد حکومت‌های دموکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر در تمام بخش‌های کردستان دست نخواهند کشید. خیلی کوتاه بفرمایید. تحولات هم به نفع اونهاست. سوریه، روسیه که صحبت کردید، این حرفا که آقای مدودیوف زده اخیراً که موضع ما با موضع آمریکا و بریتانیا زیاد فرقی در مقابل سوریه نداره، به نظر شما یک عقب نشینیه که مسکو داره میکنه در قبال سوریه؟ بدون شک، چون دیروز رسما آقای پوتین از آقای بارزانی دعوت کردن و در ماهای آینده آقای بارزانی رسما وارد مسکو خواهند شد. یادمون نره که موقعیت کردستان عراق هم بسیار استراتژیک هست، به ویژه که اونها به منابع انرژی و به ویژه نفت دسترسی دارن. تشکر میکنم از شما ایرین بشیدی. آقای ریبار کریم ولی، از شما هم سپاسگزارم، روزنامه‌نگار در اربیل کردستان عراق، از همتون تشکر میکنم. بر شما خواهش میکنم. همچنین از آقای شیرکو عباس و عمر شیخ موس هم تشکر میکنیم برای حضورشون در برنامه امشب. فیسبوک و وبلاگ برنامه رو فراموش نکنید. مهمان های فردای ما آقایان حسین قاضیان، مهدی خزعلی و مجتبی واحدی هستند. موضوع برنامه انتخابات در
ایران هست. تشکر میکنم از شما. توافق پنجشنبه. خشمی که سرکوب شده. غروری که دشمن را هدف گرفته. مغروری که مردم را نشانه رفته. قومی که تهدید شده. همسایه‌ای که بوکسور شده. و ناشناسی که پناهنده شده. همه یک سو، اینها به سوی دیگر فراری شده.